به نام خدا. همراهان گرامی خبرگزاری صدای افغان سلام، وقت شما بخیر. با خبرهای امروز 25 حمل 1400 همراه شما هستیم. در حالی که وحید عمر مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان در امور روابط عمومی و استراتژیک میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی دفاع از مردم و انجام عملیات‌های نظامی مستقل را دارا میباشند، رئیس مجلس نمایندگان با اشاره به گزارش‌ها در مورد بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان میگوید که خروج نیروهای خارجی بدون مساعد شدن شرایط موجب تکرار تجربه تلخ گذشته خواهد شد. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در نشست امروز خاطر نشان کرد که نیروهای خارجی برای اهداف مشخص آمده بودند و مأموریت خاص را برای حضور خود تعریف کرده بودند، اما هنوز جنگ به همان پیمانه جریان دارد و کشت و قاچاق مواد مخدر نیز هزینه جنگ تروریستان را تمویل می کند. رئیس مجلس گفت که هرچند خروج نیروهای خارجی از آرزوهای دیرین ملت است، ولی هنوز شرایط برای خروج این نظامیان فراهم نشده است. رحمانی تأکید کرد که با خروج نظامیان خارجی احتمال برگشت به جنگهای داخلی وجود دارد و ما توقع داریم که خروج نیروهای خارجی مشروط به شرایط مناسب باشد، در غیر آن تجربه تلخ گذشته تکرار خواهد شد. این اظهارات رحمانی در حالی مطرح می شود که شب گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته تا نظامیان این کشور را تا 11 سپتامبر سال جاری از افغانستان خارج کند. با تعقیب این اعلام آمریکا، رسانه‌های غربی و نقل از منابعشان گزارش دادند که بریتانیا و ناتو نیز تا ماه سپتامبر نیروهایشان را از افغانستان خارج می کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که میزان تلفات افراد ملکی در 4 ماه نخست سال 2021 میلادی حدود 29% افزایش یافته است. یوناما امروز با نشر گزارشی گفته است که تعداد افراد ملکی که طی 3 ماه اول سال 2021 کشته و زخمی شدند به طور قابل توجهی نسبت به ربع اول سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس یافته‌های یوناما، در 4 ماه نخست سال 2021 میلادی حدود 1783 تن در کشور کشته و زخمی شدند. از این میان 573 تن آنان کشته و 1210 تن دیگر زخمی شدند. یوناما با ابراز نگرانی از افزایش تلفات غیر نظامیان گفته است که در سال جاری میلادی میزان تلفات زنان 37% و از کودکان 23% افزایش یافته است. دیبورا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت تعداد کشته و مجروحین غیر نظامی افغان به ویژه زنان و کودکان آزاردهنده است. من از طرفین می‌خواهم فوراً راهی را برای توقف این خشونت پیدا کنند. حجت الاسلام و المسلمین حسینی مزاری رئیس عمومی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان با دکتر علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر انقلاب اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران و دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. حسینی مزاری در این دیدار گفت 30 سال پیش مرکز تبیان با محوریت اهل بیت پیامبر علیهم السلام و ولایت تأسیس شد و طی این مدت بیشتر روی 3 محور آموزش، تبلیغات و کار مؤثر رسانه‌ای در افغانستان، ایران و منطقه فعالیت کرده است. وی در بعد رسانه‌ای و فعالیت‌های رسانه‌های وابسته به مرکز تبیان چون گاهنامه فریاد عاشورا، هفته‌نامه فریاد عاشورا، هفته‌نامه انصاف، روزنامه انصاف و خبرگزاری صدای افغان آوا اشاره کرد و تأکید نمود که در مجموع مرکز تبیان در افغانستان با عنوان یک تشکیلات موفق جریان ساز عمل کرده و خصوص با توجه به فضای خفقانی که حضور غربی‌ها در کشور ایجاد کرده، مرکز تبیان با فرهنگ سازی و جریان سازی که داشته است در راستای تغییر فضای فکری و فرهنگی بسیار تأثیرگذار بوده است. در ادامه این دیدار نیز دکتر علی اکبر ولایتی طی سخنانی گفت هیچ راهی جز تمسک به اهل بیت علیهم السلام نیست و هر کسی از این مسیر منحرف شود به بیراهه رفته است.
وی با اشاره به همکاری‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران با خصوص رهبر انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله با مردم افغانستان به ویژه شیعیان تأکید کرد که جریان‌های مؤمن انقلابی در این منطقه سرنوشت اسفباری داشته، اما الحمدلله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توانستند که نفس بکشند. دکتر ولایتی فعالیت‌های آیت الله محسنی رحمت الله علیه را در راستای احقاق حقوق شیعیان افغانستان به خصوص در قانون اساسی کشور برجسته و تأثیرگذار خواند. و شهید عبدالعلی مزاری را هم از شاگردان رهبر انقلاب اسلامی خواند و به نقش ایشان در ایجاد حزب وحدت اسلامی با ادغام 11 حزب، جریان و گروه شیعه افغانستانی اشاره کرد. دکتر ولایتی با تأکید بر تقویت ارتباط با مجموعه مرکز تبیان آمادگی خود را برای هر گونه همکاری با این مرکز اعلام کرد. در این دیدار که در بیمارستان مسیح دانشوری تهران انجام شد، حجت الاسلام والمسلمین دکتر گنجی مشاور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر سید حسن موسوی رئیس دفتر مرکز تبیان در تهران و سید عبدالله نایاب رئیس دفتر نمایندگی مرکز تبیان در ولایت هرات نیز حضور داشتند. وزارت صحت عامه کشور میگوید که 42 مورد مثبت ویروس کرونا در شبانه روز گذشته در کشور شناسایی شدند. با ثبت این تعداد موارد مثبت کرونا، شمار مجموعی مریضان کووید 19 در افغانستان به 57534 نفر افزایش یافته است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، در شبانه روز گذشته یک نفر از اثر مریضی کووید 19 در ولایت هرات فوت کرده و شمار مجموعی فوتی‌های کرونایی به 2533 نفر افزایش یافت. شمار مجموعی بهبودیافتگان تا کنون به 52022 نفر رسیده است. ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد یک زن در محضر عام به طور بی‌رحمانه شلاق می‌خورد و با صدای بلند ناله و توبه می‌کند. گفته می‌شود که این زن حدود 2 هفته پیش در ولسوالی اوبه ولایت هرات توسط افراد مسلح شلاق زده شده است. در ویدیو دیده می شود که شمار زیادی از افراد در یک میدان باز شلاق خوردن و دادگاه صحرایی این زن را تماشا می کنند. تا کنون انگیزه شلاق زدن این زن برقع پوش روشن نیست، اما مقامات محلی هرات گفتند که تحقیقات در این مورد آغاز شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه اخیر هیئت دولت غنی‌سازی 60% را اولین گام در پاسخ به خرابکاری اخیر در تأسیسات هسته‌ای نطنز دانست. حسن روحانی میگوید که راه اندازی IR6 و غنی‌سازی 60% پاسخی به شرارت‌ها بود. روز یکشنبه 22 حمل مقام‌های ایران اعلام کردند که حادثه‌ای در شبکه برق مرکز غنی‌سازی نطنز رخ داده و بعد از ساعاتی آن را اقدام علیه این مرکز و تروریسم هسته‌ای عنوان کردند. با فاصله کوتاهی از این اقدام ایران اعلام کرد 2 روز پس از آنچه که در نطنز اتفاق افتاد غنی‌سازی 60% را آغاز می‌کند. و خبری ورزشی، امشب در آخرین سری از مسابقات برگشت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا، لیورپول پذیرای رئال مادرید می شود و بورسیا دورتموند به مساف منچستر سیتی می رود. دیشب تیم پورتو پرتغال با وجود پیروزی 1-0 مقابل تیم چلسی انگلیس در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا حذف شد. در دیگر دیدار برگشت از مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا، تیم فوتبال بایرن مونیخ با وجود پیروزی 1-0 در برابر تیم پاریس سن ژرمن در زمین حریف از دور مسابقات حذف شد. تشکر از توجهتان، خدایا رو نگهدار.